درود به همه فارسی زبانان جهان. پوست درخت از گذشته به عنوان غذا توسط انسان ها مصرف می شده و یکی از رایج‌ترین خوراکی هایی که از پوست درخت به دست میاد همین دارچینه. می تونید از قسمت داخلی پوست بسیاری از درختان آرد درست بکنید و به جای آرد از اون در غذاتون استفاده بکنید. جالب بدونید قسمت داخلی پوست درخت کامبیوم نام داره و طبق تحقیقات به دست اومده پوست درخت کاج فواید سلامتی بیشماری داره، چون میتونه سطح گلوکوز رو پایین بیاره و سیستم ایمنی بدن رو تقویت بکنه. به علاوه کمک میکنه بدن ویتامین C بیشتری از غذا جذب کنه و از پوست خودتون در مقابل اشعه ماورا و بنفش حفاظت بکنه. کالکتوس از اون دسته گیانیه که سعی میکنید به اون نزدیک نشید، اما خوردن اون به نظر ایده جالبی میاد. اگه تو همین یوتیوب چند ثانیه وقت بذارید و یه سرچ بکنید، میتونید دستور غذای زیادی رو با کاکتوس پیدا بکنید. این یکی واقعا عجیبه. تاج خروس از غذای پرطرفدار در فرانسه و ژاپنه و برای درمان آرتروز زانو بسیار استفاده میشه. اگه شما استفاده کردید حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. اخیراً پوست تخم مرغ به عنوان کود گیاهی به کار برده میشه، اما نکته جالبتر اینه که به علت داشتن مواد معدنی بالا به عنوان مکمل کلسیم هم مصرف میشه. البته باید پوست تخم مرغ رو قبل از مصرف تا دمای 200 درجه بجوشونید و کاملا آسیاب بکنید. اما تخم مرغ علاوه بر فوایدی هم که داره به علت داشتن جیوه مضر هم هست. در برخی از کشورها پوست حیوانات به عنوان غذا استفاده میشه. به عنوان مثال پونما نام پوست گاویه که فراوری میشه تا همراه با گوش مصرف بشه. این غذا در نیجریه بسیار رایجه، اما دانشمندان به این نتیجه رسیدن که هیچ گونه ارزش غذایی نداره. در این لیست غذای عجیب قاصدک سالمترین اونهاست. گل قاصدک سرشار از آنتی اکسیدان، ویتامین A، C و K و منبع پتاسیم و آهنه. این گیاه در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان دارو استفاده میشه. طلا از نظر بیولوژیکی راکته، یعنی هیچ واکنش شیمیایی نشون نمیده و میتونه از سیستم گوارشی بدون اینکه جذب روده ها بشه عبور بکنه. به همین دلیله که در برخی از رستوران ها میبینیم که غذا رو با طلا تزیین میکنن. طلای خوراکی 24 عیار هستن که اگه عیار اونها کمتر باشه ناخالصی داره و قابل خوردن نیست و شاید مضر هم باشه. همه ما درباره فواید زیبایی خاک رس میدونیم. خاک رس در بسیاری از محصولات زیبایی از جمله ماسک ها هم استفاده میشه. اما میدونستید که مردم برخی فرهنگا به خصوص آفریقا و خاورمیانه خاک رس رو به عنوان غذا میخورن؟ و همینطور کسانی که کمبود زینک یا روی دارن از قرص خاک رس استفاده میکنن؟ به علاوه خاک رس با از بین بردن سموم روده به سلامت سیستم گوارشی هم میتونه کمک شایانی بکنه. گچ یه ماده طبیعی و غیر سمی و کربنات کلسیم خالصه. درسته که این غذا هیچ فایده ای نداره، اما مضر هم نیست. کسانی که تمایل به خوردن گچ دارن زنان باردار و افرادی هستند که کمبود آهن رو بسیار احساس میکنن. آخرین لیست از غذاهای عجیب و غریب لانه پرنده است. لانه پرنده به علت طعم منحصر به فرد و ارزش غذایی بالایی که داره از اصلی ترین غذای چینی هاست. لانه پرنده توسط بزاق پرندگانی قارنشین به نام سویفلت در جنوب غربی آسیا ساخته میشه و به علت اینکه پیدا کردن لانه این پرنده کمی سخت و خطرناکه بسیار گرون قیمت هم هست. این غذا سرشار از پروتئین و خواص آمینو اسید و ضد التهابه و از آن نوعی سوپ خوشمزه درست میکنن. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. در آخر ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و لایک هم بذارید. مرسی، ممنون و خدا حافظ.